شاید الان احمد داشت توضیح میداد که حالا بعداً در مورد این صحبت بکنیم که رفتار خود حمید نوری در دادگاه چطور بود، در موردش میشه ساعت‌ها صحبت کرد. اما اجازه بدید یه خورده بریم بیرون دادگاه و در واقع نگاهی بکنیم در نوبت صبح یه خورده تونستیم در مورد کلیات واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این دادگاه صحبت بکنیم. آیا ترکیبی که اینها رو کنار هم میذاریم میتونیم یک منطق در واقع رفتاری پیدا بکنیم ازش؟ بله، در واقع در اون مقطعی که با سکوت برگزار شد تا دقیقاً چند روز پس از برگزاری دادگاه، اینها امیدوار بودند با لابی کردن با دولت سوئد و وعده هایی که میدن برای احتمال تبادل این حمید نوری با کسانی در زندانی شدند، یا اینکه اساساً شواهد به اون اندازه قوی نباشه و نوری قاضی حکم به آزادیش بده، سکوت رو انتخاب کرده بودن. اما وقتی که در واقع 23مین بار این قرار بازداشت موقت تمدید میشه در تیر 99، دولت ایران اعلام میکنه که ما دو تا سوئدی رو بازداشت کردیم به جرم مواد مخدر و اینا رو گرفتیم. ما میدونیم که ده ها تبعه خارجی به خاطر مواد مخدر در زندانن و اصلا اعلام نمیشه، موضوع خب در واقع سیاسی نیست. این اعلام یک نوع پیام بود. همون زمان هم تعبیر شد که این برای این است که اینا احیانا بخوان مبادله کنن، منتها از طرف سوئد واکنشی ندیدن، در حالی که میدونیم چون در ایران برای مواد مخدر اعدام هست و سوئد موظفه برای اینا تلاشی بکنه که اینها جونشون رو از دست ندن فارغ از اتهامی که دارن. اما دادگاه برگزار شد، دادگاه شروع شد، جلسات اول واکنش وزارت خارجه داشتیم و جای مختلف. رفتار دیگه‌ای که از شاهدش بودیم و قابل توجه هست من اشاره کردم، در واقع صحبت‌های کاظم غریب‌آبادی بود که اون زمان دبیر صدر و بشر قوه قضاییه بود در اسفند 1400 که 6 ماه از دادگاه داره میگذره، برگزار میشه هر روز، و ایشون اومد گفت که بله ما این دادگاه غیر قانونیه، عادلانه نیست، منصفانه نیست. بعد اومد اسم برد از حبیب اسیوت و دکتر جلالی، دوتا در واقع دوتا بیعتی اسیر در ایران، گروگان در ایران، و به یک معنا این پیام رو تکرار کرد که الان وقت مناسبی برای در واقع تعویض این گروگان ها هست به یک معنا از دست نگاه اونها. باز ما در واقع واکنشی ندیدیم. به این ترتیب به نظر میرسه سکوت اولیه با امید این بود که لابی پشت پرده یا احیانا فشار دولت سوئد یا مسئله قانونی دادگاه باعث آزادی نوری بشه، و فشار بعدی این بود که با کار رسانه‌ای و اینکه این بیگناهه و ما آدم‌هایی رو داریم که اینجا و میتونیم مبادله کنیم، اما بی نتیجه بود. خب جدا از این که در واقع این مسئله دو تابعیت یا در به نوعی گروگانگیری که خیلی از خانواده ها دقیقا از لفظ گروگانگیری براش استفاده میکنن، ما شاید این هستیم که خانواده هایی بودن و هستند که سالهای سال منتظر چنین روزی بودن. یعنی در واقع آنچه در کتاب های خاطرات دادخواهان اومده تبدیل به یک حکم بشه، فارغ از هر حکمی که در این دادگاه همونطور که همکارم مهران عباسیان گفت انتظار داریم چند هفته دیگه به صورت رسمی اعلام بشه، فکر می‌کنید چه تأثیری بگذاره در روند اون دادخواهی به صورت عام در ایران؟ مهمه. حکمی که 6 تا 8 هفته دیگه اعلام خواهد شد ممکنه ابد باشه، ممکنه کمتر باشه، یا هر حکم دیگری. منتها هم تو که اشاره کردی، فارغ از این، روند دادگاه، شیوه برگزاری دادگاه، در واقع شیوه دفاع دادستان‌ها، کرامتی که برای متهم به قتل عمد و دست داشتن در جنایت جنگی اینا قائل شدند، حق دسترسی این آدم به وکیل، حق داشتن این که از خودش دفاع بکنه مفصل، تمام این روندی که ما در دادگاه دیدیم هم یک درس بزرگی هست برای کسانی که تعقیب میکنن و سوال بزرگی که برای کسانی درست میکنن که در ایران هستن و تعقیب دادگاه ایران رو، و هم مهمتر از اون، این دادگاه مدارک و اسناد و شواهد و رویه رو بنیان میگذاره و گذاشته عملا تا همین لحظه، فارغ از هر حکمی که صادر خواهد کرد، که عملا بقیه متهمان به جنایت در جمهوری اسلامی هم میتونن انتظار داشته باشن با خروج از ایران در هر کشوری که دموکراسی وجود داشته باشه بنابر همون اصل صلاحیت جهانی رسیدگی به این جنایت بازداشت بشن، و اون زمان اگر الان در این دادگاه در واقع ایران تریبیونال و کتاب‌هایی که زندان سابق نوشتن مدرک است، اون زمان قضات و وکلا مدافع و دادستان‌ها شواهد این دادگاه در اختیار دارن. به این ترتیب این شروع بسیار بزرگی هست، شروع بسیار بزرگی برای اینکه انگار میشه گفت روند دادخواهی در ایران گام بسیار بزرگی به جلو برداشته، و این گام بزرگ میتونه تصادف زیاد هم داشته باشه. ما میدونیم بالاخره مقامات ایران فارغ از رئیس جمهور که دشوار هست به لحاظ حقوقی بازداشت کردنش، فارغ از اون هر مقام دیگر ایران جمهوری اسلامی که خارج بیاد،
و به این نحوی با این سرکوب‌ها در هر مقطعی پیوند داشته باشه، اگه ازش شکایتی بشه، با این رویه‌ای که اینجا به یک معنا پایه‌گذاری شده قابل دادگاهی کردن خواهد بود و این پیروزی بزرگش مجددا دادخواهی ایرانه. ممنونم از تو شاهد علوی همکارم، اینجا همراه ما بودی.